همه چیز مثل هر روز بود. خورشید برای خونه قدیمی ما دست کن میداد و با نورش برگ‌ها رو نوازش میکرد. ماهی‌ها هم تو حوض آبتنی میکردن. سرصداها کم کمک از تو کوچه بلند میشد و صبح یواش یواش داشت وارد خونه میشد. همین موقع هاست که بابام از خواب بیدار میشه و سراسیمه وارد حیاط میشه. یکی نیست بهش بگه به ما چه زنگ ساعتت یه روب دیرتر میزنه. هرچی بهش میگیم ساعتت خرابه، تو کتش نمیره که نمیره. حرف پولی که میزنی گوشاشون خوب میشنفه، اما صدای این ساعت هیچکی نمیشنفه. بعدشم میگن ساعتت خرابه. این گوش شما هست که کرمونه گرفته و نمیشنبه. خیلی هم درست کار میکنه ساعت من. دهن منو با میکنین سر صبح. دیدین؟ نگفتم همه چیز مثل هر روز بود؟ بابا تو شهرداری کار میکرد. درسته، کار میکرد. این تنها تفاوت امروز با بقیه روزا بود. بابا یادش نبود که امروز سلام مخلصین. طرفا عجله دارم بذار برم کارم برسم. عجله یه وایس کارت دارم. جانم کجا داری؟ ببین برمیگردم بهت توضیح میدم. الان دیرم شده، عجله دارم، اذیت نکنیم دیگه. داریم میری سر کار الان؟ دارم میرم سر قبر تو. خو این موقع روز کجا میرسم هر روز؟ یعنی شما داری میری سر کار؟ خب سر کار دارم میرم، معلومه دارم میرم سر کار. مرد حسابی با شیرینی بازنشستگی شما که دیروز گرفتیم، ما داریم صبونه میخوریم. اون وقت خوش شدیم اومدی سر کار. آقا نادر، آقا رو تحویل بگیر، دارم میرن سر کار. پاک یادم رفته بود بازنشست شدم. چقدرم تند اومدم. مرد حسابی تو تازه بازنشست شدی، باز دوباره اومدی سر کار. یادم نبودی چیه. دست دادون همین سده کافیه. قربونه حاجه از سلاح قربونه شما بفرمه. صد تومن هم بده کار بودم. دست شما درمه بفرمه. خدا حافظ. شما خدا حافظ.
یا الله یا الله. معصومه؟ زهره؟ هنو گرفتین خوابیدین خجالت نمیکشین لنگ زهره پاشین دیگه؟ معصومه؟ چته؟ بگه سر بردی؟ الان موقع خوابیدن آفتاب کله کرده نگاه کن؟ کله کرده به ما چه ربطی داره؟ خدا به داد ما برسه، از فرده بعد قبل از خروسای محل حتما بلنشی. منو ببین، میمیری زودتر بیدارشی؟ بیا نون سنگک گرفتم داغه، بیا پایین. خب بیا زودتر بگو، برو صبحونه رو حاضر کن که اومدم. مثلا همین بنزین، میزان مصرف بنزین برای هر ماشین تو ایران میدونی چقدره؟ 11 لیتر. در صورتی که همین بنزین تو کشوری مثل آلمان 2.5، تو انگلیس 3.5 لیتره. الهی قربونه اون شکلت برم، میبینی آقا اسماعیل، نگفتم این بزرگ بشه یه چیزی میشه؟ راست میگی ها، کی فکر میکنه اون بچه کوچولوی فنفنو بشه یه همچی خانم محترم؟ عمو جون، آقای اسماعیل مرد ببندن تو. حالا ما یه شوخی کردیم، شما ما باور کردی؟ از اینکه بفهمی یاد بگیر چی میگه داری دهنتو انقدر ما میکنی؟ خجالت بکش. آقا جون نصف چیزایی که اون داره میگه کشورها رو سوخت و بنزینشون خودم حفظم. یه دونه شون بگو، یه دونه شون. قطب شمال یخ کنی چقدر مصرف میکنه؟ هیچی، چون سگ دارن دیگه. راست میگه، اونجا سهمیه گوشه استخون دارن، کنترم به پای سگ میبندن. در ضمن مگه من میخوام کارشناس شرکت نفت یا بنزین بشم؟ نه که بابا ماشین آخرین مدل داره. ببین منو بابات بوق اون دوچرخه با 100 تا از اون ماشین آخرین مدل عوض نمیکنه، فهمیدی؟ آقا جون حالا که اینطوره، شما این دوچرخه رو بفروش، 99 تا ماشین شما خودت بردار، یه دونهشو بده به من، ببین صبح اول وقت چجوری خوابیدی. نه این حرفا نیست، شما صبح تا غروب گرفتی اینجا خوردی خوابیدی، بعد که آفتاب نمیاد شکل نشوست از این حرفا میزنی. ببین بابا اول صبح چیکارش داری؟ داداش سربازیش درست بشه میره سر کار دیگه. دمت گرم عمه، دمت گرم. اتفاقا تحقیق کردم، یکی از دوستان برگشت گفت یه راه داره برای معافی، قیم بابات. چی؟ چی؟ تو قیم من شی؟ دماغتو نمیده بگیش والا قیم من شی؟ آقا اسماعیل با خونه نشستن کار حل نمیشه، کسی هم کارت پایان خدمت براشون نمیاره، بعد خودش بره دنبالش. شما راست میگین، ولی نگران نباشی، مطمئنم درست میشه. تو رو خدا بحث ما رو ببینید، از کجا کشید به کجا؟ آم راست میگی دخترم، اینا میگی گفتی برای چیه؟ برای پایان نامه دیگه. یعنی چی؟ یعنی اگر اینا رو تحویلشون بدم لیسانس هم میگیرم. کی تموم میشه؟ فکر کنم اگه خدا بخواد تا یه ماه دیگه. این تموم بشه دیگه شوهر میکنه دیگه، سلامتی؟ اگه پیدا بشه. آقا جون من بعد از اون میخوام برای ارشد بخونم. بعد از اون شوهر میکنی انشالله؟ اگه پیدا بشه. تو حرف نزن آقا جون، من وقتی که قبول بشم بعد 2 سال دیگه بخونم. اون تموم شد یا اگه قبول نشدی دیگه شوهر ها حرف دیگه نباشه ها. ول کن دیگه شوهر شوهر، این صبونمونو بخوریم. اینجوری که بوش میاد مثل این که اسم عروسی و این چیزا است، دنبال لباس نو و پشت رو کردن لباس هامون باشه. شکره بده، شکره بده. میکنی؟ مردم آزاریت گرفته، مردمی خیسمون کردی. کمک شده نمیگین؟ مگه بعد از این به بعد باید یاد بگیری یه جوری باید سر خودتو گرم کنی. آره دیگه، ما از این بعد باید صبح و شب کنیم، شب و صبح. میگم این حرفا رو بلدی شده یاد اسماعیل نمیدی؟ اون خودشو مشغول کرده، حداقل آزار و اذیتش به کسی نمیرسه. بابا ای والله، مردم کلی هزینه میکنن میرن کنار دریا آبتنی میکنن، شما مجانی خنک شدین. بده بده دستم درد نکنه. سلام عبدالله خان. چیزی که عوض داره گله نداره. حالا چی داری بکنی مرد حساب؟ در چی باشی چی در میاری؟ حقته ببین. جواب ها چیه؟ بیا ها حالا بخندی شما. عجب آدمی ها.
آقا جون بازیتون گرفته؟ ببینم بازی کدومه؟ چی میگی بچه تو؟ این همه رادیو و تلویزیون میگه بحران آب داریم، وقت شما با آب شهری بازی میکنین؟ بازی داریم میکنیم، شما شاهدین. ما داشتیم باغچه آب میدادیم، این کار کرد. اینجوری باغچه رو آب میدن؟ باغچه رو با یه آفتابه ای آب پاشی چیزی آب میدن، نه که همینجوری شلنگو گرفتین میپاشین روی نون. ببینم بابا مامان جون نگاهش کن چجوری داره حرف میزنه. آقا اسماعیل دوستت داره داداش. منو دوست داره؟ دارم واسش. اصلا یه سوال، این الان تو خونه چه کار میکنه؟ من بعد از 30 سال این بشر هنوز نشناختم. راست میگی، خدا کن حالا که بازنشسته شدی حداقل یه فرصتی باشه که بشناسیش. بشناسمش؟ الان موقع شناختنش. برم بشناسم. نگرانیم چیه؟ نه نه، 30 سال پرشون به پر هم نگرفته. میترسم حالا دیگه نتونم با هم کنار بیام. میان، من مطمئنم. ببین با این موش بزن. موش بزن؟ ببین با این میپری، با این هم میری جلو. همیشه تا؟ آره کاری نداری. خب بذار پس میخوره به دیوار. بگیم سخته دیگه. سخت چیه؟ من اولا فکر میگم سخته. یه خودی که کار کردم بازی کردم دیدم کلقش هم اومد دستم، معتاد شد. معتاد شدی؟ بچه مهری چیز من نگفت. من میرم یه چند روزه رنگ رو پریدا. تو تاب برشتی، اینه میگم معتاد شدم. خب مثل آدم حرف زدم، هم چی داریم میگی معتاد شدم؟ این وصله میچسبونه. حالا ببین، حالا اگه میتونی منو بگی. خب تو وارد تری ولی خب باشه، من سعی دارم واسه سمون یه نردادشون از سیکوی هر چهارتشون برای این کمی این چه کاریه دارید میکنید؟ زشته. مامان نگاش کنه بیچاره قشنگه. قشنگه نه؟ دوباره توتی خریدی؟ آره ولی این یکی دیگه حرف میزنه. راست میگی؟ بگو یه چیزی بگه. الان که نمه. ببینین اون بازرگانی که این توتی رو به من فروخت گفتش که این جاش که عوض میشه یه مدت حرف نمیزنه، اما چی؟ وقتی اومد یه چیزی رو دید که تداعی اون زندگی گذاشته. خب پول از کجا آوردی؟ چه فرق میکنه؟ پس انداز داشتم. پس انداز داشتی یا قرض گرفتی؟ مهم نیست. ببین اگه حرف بزنی 1,000,000 قیمتش. 10 تا توتی گرفتی، دهن که باز نکردن هیچی، کلی هم ضرر دادی. اگه بابات ببینه پوس از کلت میکنه. خیلی خب بابا، حالا اوقات تو تلخ نکن، ببر بذارش تو زیر زمین. شما هم چیز بهش نگین. بله ببر بشه حرف بزنه. کجا بذارمت که آقا جون نبینه؟ همینجا خوبه. بگو سارا. سلام. این پسر آدم بشو نیست. ای بابا جوونه دیگه، اینم عشقش توتیه. من مرحله یک رو تمام کردم، تو داری جایزه‌شو می‌گیری؟ آقا جون، جون من داشتم اون میشه، بعد جون اونو می‌گرفتم که جون پیدا کنم. این قانون بازیه. آقا یه روده راست تو شکم بدی، من ببینم راست میگی یا نه. همینجوری. آقای روده راست، چرا گریه می‌کنی؟ من گریه می‌کنم؟ اگه گریه نمی‌کنی بچه زدی شر شکستی. اون واسه این بودی گیرت بیاد بازی بعد جوون مردانه باشه، این مطلب زیر گوشت بمونه. همینجوری. آقای جوون مرد، ما نخوام بازی کنیم، دارین کی بعد ببینیم؟ این حرفا نی، بازی رو شروع کردیم، بعد تا آخرش بیای. بازی خودم نمی‌خوام. نمی‌خوام، نمی‌خوام نداری، باید بازی کنیم. بابا مگه زوره به کی برم؟ من نمی‌خوام. باید بازی کنیم. بابا خودت. بابا آقای.
خجالت بکشید. مثل دو تا بچه افتادن به جون هم. یه برای کی دست پاتو نرو کنی. هر کی بشنوه پشت سرمون چی میگه؟ مادر جون الان هیچ کی نمیشنوه ولی ببین پشت سرمون تو محل چی میگه. آخه آقا جون، عمو جون، آدم تو این سن و سال میاد وقت با ارزش و گرانبهاشو صرف بازی پلی استیشن و این چیزا میکنه؟ بابا دو کلم از مادر عروس بشنوم. آقا جون ناراحت نشی. خودم میرم یه مدل بالاترشو میگیرم، رفت و برگشت میذاریم روش رو کم میکنیم. اینی که گفتی جان من راست گفتی. راست میگم. بزن بقید قسطی میگم. برا بابا مگه بابا بچه چرا من برم زهره بره؟ بابا عزیزم برو درو من میخوام دعوا رو ببینم. آدم سگ گله بشه بچه کوچیک خونه هست. از دست بزرگ و کوچیک برده زور میگم. ندارم یه گوشش گردن میگه تقصیرت هم بود دیگه. دورتون یه زنگ به این اوست اسخره شیشه بار بزن، بگو بهت شیشه رو بندازه، بگو خودم میام حساب میکنم. خیلی ممنون، من خودم حساب میکنم. حالا پولتا براخ من نکش دیگه. بابا شما همه منو میشناسین، اینجوری نبودم. یهو نمیدونم چرا عصبی شدم این اتفاق افتاد. تاثیر مخرب بازیای کامپیوتری، خودم توی مجله خوندم. حالا کاریه که شده، روی همو ببوسین که کدورتی نشه. راست میگه دیگه. من مخلص عبدالله هستم. دو قبضه حالا پاس یه دست دیگه بزنی. آقا جون چیه بابا جون چیه؟ ها کیه؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ زن؟ نه آقا جون مرده، دارم میگم موهاش بلنده. مرده بگو بیا تو دیگه، چرا اینجوری دلم ریخت اینجوری؟ پشت در میخواستم صدامو نشنوه. کی هست؟ نگفت کیه؟ چه میدونم، گفت اسمش آقا فریه، با شما هم کار داره. چی کار داره؟ بپرس. من چه میدونم، بیاین ازش بپرسیم. بیتجه دادم با باباش اینجوری حرف میزنه؟ ببخشید، میخواستم صدا ما نشنم، شما ایست اینجوری میدونم. کسی نیست؟ کو؟ چرا بابا همینجا بودش، این آقای اینا. به آفریه گل مخلصی. آفریه این طرف ها، بشین راحت بشین. این مرا رفتم والا، اومدم این بلخه در خونه رو پیدا کردم و شما رو دیدم. شما خوبی؟ قربت برم. چقدر عوض شدی؟ مال پیریه، ولی تو چرا مثل این یارو بنجامین روز به روز جوانتر میشی؟ سرش چیه؟ خواهشم. آقا جون رفیقتونه؟ رفیقمه؟ آفرید سرگوربان زمان سربازیمونه، مرد حساب. سهراب پسرمه. بابات که رستمی نبود، ماشاءالله واسه خودت سهرابی شدی. خیلی بریم تو، خوش بریم. بفرم خواهد رو بردار بریم. نه بزرم کارم بکنیم. نه بزرم هفت شون راحتی بلش. بفرم آقا جون من میرم خونه مصطفی. اینا چه خبر خونه مصطفی؟ دارم میرم مشهد. خواهد رو سلام بزرم زود بیان. بفرم نه ببرم. آقا ما همه تو این فکر بودیم که آخفری برای شما ده خدمت. خب براحتی میتونست معافشا اومده بود. تقریبا تا آخرهای خدمت ما تو این فکر بودیم. یه روز نشسته بودیم، دیدیم که از تو آسرشگاه یه سرباز یه نعره زد و اومد بیرون. نگاه کردیم، رفتیم جلو، دیدیم چشت روز بعد نبینه. یک مار سیاه به این قطر چنبره زده تو آسرشگاه زیر تخت. بوها بودن. نمیدونم، این بهتر میتونه. آقا کپ کردیم هممون. همینجوری دیدیم همین جوون مثل شرز شیر پرید و گردن ما رو گرفت، پیچون انداخت تو کیسه و درشو بس گذاشون کنار. جدی میگی؟ جان خودم. ببین بعدا فهمیدیم بابا کارش همینه، یعنی مارگیریه. این مارای سمیر رو میگیره به این انسد و منسد رو میفروشه، پولش رو میگیره، حالش رو میبره. به خاطر همون شجاعت اون روزش شد سرگربان. آقا جون ما رفتیم ماجرا رو به سربازی آقا فری نفهمیده. نفهمیدی؟ میدونی که من عاشق هیجانم. سربازی هم رفت داره به چی؟ هیجان بابا ولش کن منو ببین. بگو خنگ نبود که آقا فری اصلا منو ببین. چه کاره ای؟ کاروبار چطوره؟ اومدم تهران یه خود مار ببرم انستیتی. تعطیل بود اومدم خدمت شما. مار واسه انستیتا آوردی؟ بله بله. مار؟ بله مار. ماما من میترسم. ببینم حالا این مارا کجاست؟ مارا اینا تو ساکه جلو پای کماس. شوخی میکنی؟ نه جدی میگم. زودتر بگو این حرفو من حسابی. این تو مارا؟ بله تو اینا مار دیگه. مطمئنی بیرون نمیاد؟ نه عجیب دلم واسه چی بیرون. خیلی نوره بخور، نوره بخور. یه لحظه ببخشید. آقا عبدالله بیا. چی
شده. من میترسم. چرا؟ اگه ما رو از ساک بیان بیرون چی؟ نفوس بد میزین، خودش گفت که نمیتونه بیاد بیرون. خودم از قیافه خودشم میترسه. این حرف رو دیگه نزن، اینقدر داره با مرزی یکم سر کن. یه فکر دیم واسه ساکش میکنم، نگران نباش، بسپر به من. راست میگی. بعد از دیگه زمیترین مار جفریه. اگه بزنه سه شماره میکنش. چی؟ سه شماره؟ من که باورم نمیشه. بریم آقا از سلا قربونت برم. بابا دیگه نگرانی نداره که میخوام من بردارم داشتی زمین. آبری الان برش میدارم. سب کن. من شجاست. آقا هم دلو. مواظب به خودت باش. دقمرد شدم. خب مواظب هم میخوام دست بزنم دیگه. برد نمیداره. به من ربطی نداره. آقا جون دست بزن. آقا جون من از این بیدار نیست که از اون بادا بلرزه. آقا ببر. کار یه دفعه میشه. دست نزن داداش. فری خان خودت ببر. قربون دست. خود. پاشو. پاشو. آقا جون ببر. قربون شه خودت بردار. آره بهتره. خودم میبرم. خودم بیا. پای سر من. چه خونک نشونم. خیالت راحت بیا. مراقب باشی. اون پای خونکه. آقا فری بیا احتیاط کن. احتیاط کن نندازی شهر رو بکن. بیا. آقا به من نزن. به من نزن. بزن. آخش خوبه. آه عالیه. میگم که میخوای یه دونه از این مارا رو بدم ببینی؟ نه حوصله ندارم، زهلم میده. اگه حرفا باسه من نزن. حق با شماست، من که یه اون کارم اینه میترزم. وای به حال شما. ببین بخوای شغل با تو انتخاب کردی؟ مرد حساب جنو تو گرفتی کف دستت که چی؟ چاره ای نیست دیگه، با اینم یه بقانون در بیاریه. پسره الدنگ آدم بشونی بازم اینه گرفته آورده. آخ بریم بیرون، بریم بیرون احتیاط کن. این توتی اگر به حرف بیاد 1,000,000 بلکه شاید هم بیشتر بتونم بفروشمش. اگه نیاری چی؟ کار نشد نداره. آقا جان این یارو که به من فروخت گفت یه قفسشو یه پارچه مشکی اینجوری بکشید جارو نبینم. روزی 4 ساعت باهاش صحبت کن. 4 ساعت؟ آره، ولی اگه به حرف بیاد میدونی قیمتش چنده، چقدر وضعم خوب میشه. آره. بابا چیزی نگفت. نه بابا، بابای من عاشق حیوونه. میمیره برای حیوون. این از زپرتیاس. کاشکو نیست. سبزه. آ پسر خجالت نمیکشه دیگه، یه بارکیش کرده پول یا مفت میده تاسکو بخره از این سبزابش غالب میکنن. تاسکو نه کاسکو. حالا هر چی همین دیگه. اما میگفت این میتونه حرف بزنه. راست میگه آقا جون، به منم گفت. این شعرم میخونه، یه دم واسه خاله جون بخون. نه آبجی، حرف چی میزنه؟ مثل اینکه کلاغ حرف میزنه. میگم جدی؟ خب هر کسی یه عشق داره تو زندگی. یکی چرنده دوست داره، یکی پرنده دوست داره، یکی توتی دوست داره، یکی ماهی دوست داره. بعضی هم بازی های تلویزیونی دوست دارن. آی گل گفتی. الان یه ساعت بازی نکردم همه یه استخونام درد میکنه. عمو جون آخرش کور میشی یا؟ یعنی چی؟ این چه طرز صحبت کردنه دختر؟ من فقط میدونم که تاثیرات روانی این گونه بازی‌ها تو روح و روان آدم خیلی منفیه. یعنی یه جورایی هم به عقل هم به چشم آدما صدمه میزنه. راست میگم؟ آره به خدا، اینو من نمیگم، کارشناسای قضیه دارن میگن. کارشناسا بیجا میکنن واسه خودشون میگن. اتفاقا من طرفدار پرواقوس این بازی‌ام. عالیه. میبینی آقا اسماعیل، چند وقته بهت میگم رفتار تغییر کرده، بفرما. یعنی میفرمایین دیوان میزنم ها؟ زبونم لال دور از جون. خب اینا درست بچه ها میگه، نه بزرگا که. بحثتون یادتون نره. داشتیم راجب این حیوان صحبت میکردیم. گفتی حیوان؟ مگه سهراب پاش اینجا نذاره؟ میدونم چیکارش کنم. سلام. خوب هستی مولای؟ خیلی ممنون. رفتم خونه مونی خانم خدافظی کنم. راسیاس خانم، التماس دعا داریم ما. محتاجیم به دعا. شما از طرف من از پدر مادرتون خدافظی کنی. بگین حلالمون کنن. اختیار داریم. راستی چیکار کردی؟ پیداش کردی؟ من یادم رفت. هیچ کاری رو نمیشه به شما جوانا سپرد. چی می‌خواستین؟ یه ساک کیف یه چیزی، تو چیزی نره تو خونه؟ لا حقیقتش اونقدر سفر نرفتیم اصلا نمیدونم داریم. بریم نگاه کنیم بگردیم، اگه چیزی بود میاریم. چشم. پس سری بریم ببین، اگه هر زود برش داریم بیاریم. عجله داریم. زود باشیم که ما میخوایم راه بیفتیم. خدافظ شما. خدافظ. به سلامت. به امان خدا. خدافظ.
مواظب باش. زدی؟ نه. بگیر راست، بگیر راست. من بعد تناب عجب تو سپون بیافتی خیلی آخه بیا ببین این تارزان از حکی فامله توه باز کاریم اشتباه دو نه بچی که من از این باز به خوشم بیمه چقدر جامعه تارزان هم بوده میگم هم تک میکردم آخر خطم یه علف بچه اومده این چیکار میکنم خانوم خانوم بیا ببین که چه خبره چایی هم بیاره دیگه هم دستم همه رو برق میگیره ما رو چراغ نفتی همه دوست دارن شوهر مام دوست داره ولی خیلی جالبه مامان مثلا فکرشو نمیکردم که بعضی اینجوری نونشونو در بیارن تو این مارا اینجا نه من یکی که پامو تو حیات نمیذارم خدا کنه زودتر بیرون انشالله ای بابا شما چقدر میترسید اون بیچارهایی که تو ساکن به ما چی کار دارن نه که تو نمیترسی من از بچگیم از مارو سوسک میترسیدم حالا سوسک نه بیشتر از مار میترسیدین مگه نه چندش آورتر از سوس خدا نیافریده من که فکر میکنم حتی اگه از یه متری من سوسک رد بشه از ترس زهره تلک بشم من که اگه ببینم همونجا قش میکنم چیزه میگم میایم بریم بیرون بابا یه کاره نشستیم دیگه بابا داریم چای میخوریم برای چی بریم بیرون همینجوری بیرون هوا خوبه بریم بیرون چمدون کارتون رو راه نمیدازه حتما با ساک بشه ساک ببخشید من جلو میرم بفرمایید یا الله یا الله کسی تو حیات نیست بیا یه روزم آقا جونت خونه نیست کلاتو بنداز بارا چطور مگه یه روز بازنشست شده یه روز یه ظرف پای بازی کامپیوتری نشستن دارن بازی میکنن چه اشکالی اشکالش اینا جلو پاته نیم ساعت پیش دعوا کردن زدن شیشه خوب کردن یا توتیمو گذاشتم اینجا آقا که توتی کو بگم اونم آقا جون میخواد پوستمو بکنه الهی که قربونت برم ایشالله هرچی زودتر درست تموم بشه که حداقل عروسی تو به چشمم ببینم قربون زبونت دیده آقا عبدالله با چه حسرتی راجبه صحبت میکرد خونم دوست داره نواهاشو برداره ببره بیرون بگردونه آره خب اگه ما بچه دار شده بودیم حداقل آقای اسماعیل هم الان با نوه هاش بازی میکرد خب نصیب با قسمت شما اینجوری بوده دیگه زهره چرا اینجوری شدی؟ چیزی نشده بچه مأخوذ به حیات خجالت کشیده دیگه نه بحث خجالت نیست یعنی چی؟ سو چی؟ هیچی میگم اگه روسری سرمه‌ای بخرم به میاد معلومه که بهت میاد قربونه دارم تو هر رنگی سرت کنی بهت میاد آره به میاد سراب یه ساکه اینجا هست ببینم یه کنم ببینم قیافش به نظر ماشیناست ببین چیزی توش نیم سنگینه سرکنزی بشو با کنم اینم چی توشه چرا سفت خیلی وقت اینجا مونده فکر کنم نکن با دنده نکن سورا بده من رد کنم ترکم بده من دنده داره باز خبره بیه کنم آروم بگارم بدون چی میخوای بگی چی شده شده نمار شده چی شده دیگه مثلا آب میخواد آب میخواد ترکی میگه آب بابا آب باز چی میخوایی که ترکی میری بگو چی شده
بابا چی خوشی شما اینجا شاید سوزن در داری سوزن کجا سوزن کجا سوزن کجا سوزن کجا سوزن کجا سوزن کجا بابا تو هیچ شده به این وقتی این حرفا نیست سورا برای خدا وقتی این دردت گیره چی شده نمیدونم نفهمیدم چی شده آخ بخواست سوزمار دیده هیچ سوختل کنه تقب دنیا راست میگه پس زهره کجا کشتمش این همه موجود عجیبیه که بیشتر خانم ازش میترسه عمو جان این کثافت رو بنداز دور قائله رو خط کن نرز داری مگه چمن مگه آب بدی شیرن میاری آقا عبدالله دست درد نکنه آقا جون عقلم میرسید با لیوان بیارم ولی گفتم قضیه فوری فوتیه بیارم کار را بندازم ببخشید من دیگه دیرم شده باید برم میخواستم بریم مشهد اومدیم دنبال ساک که یهویی اینجوری شد به سلامت بفرمایید بفرمایید شما بغداد خانم سلام برسون بگو التماس داره محتاجیم به دعا زیر زمین چیکار می‌کردید ما تو زیر زمین دنبال ساک می‌گشتیم دارم میرم مشهد دیگه نه چیزی پیدا کردی یا نه چیزی که بله یه ساک سرمه‌ای بود اونجا سنگین بود زیپش هر کا با دندونم نمی‌شد بابا ببینم تو مطمئنی در اون ساک باز نکردی نه زهره خانم هر کاری کردیم در ساک باز نشد مگه من به تو نگفتم که این ساکو ببر دست آقا فری بود گفتم ببر تو آره 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 من میگم این ساکو به چشمم آشنا اومد مصطفی چرا آقا چرا هیچ میدونی در اون ساک با مشا چه بلایی از سر ما اومده بود چرا اینجوری میگی آقا جون مگه توش بمب بود حالا بمب مال دو دقیقه پر ماره تو اون ساک سهراب چی شد سهراب اندازه ساک پریخانم هست مارم نداره ای عمو جون اسمشو نیاریم دیگه این مار آدم میترسه میگم شنواسه هم ریخته بوده تاله هر شده بود وامونده رو سر بکش انقدر دلنگ دلنگ نکن سرم درد گرفت پس دیگه با عزتون من مرخص میشم سوغاتی یادت نره ها البته 4-5 کیلو زعفرون بگیری واسه همه بسته زشت عمو جون مصطفی جون اگه ممکنه چیز کن من آبغندو بخورم با هم دیگه بریم دیگه کجا کجا جم نمیخوری همینجه میشینی بعد تکلیف من این پرنده تاسکو تا اسمش چیه آفری کاشکو همین این باید معلوم بشه تکون نه همجوش چی کارش داری من خب بذار بره نمیبینی وضع حال خوبی نداره آره داداش بذار باشه بعد نمیبینی مهمون داری باشه به خاطر گل روی اینا این نفر میری ولی برگردی تکلیف من و این کلاغا و اینا رو با چی بود اسمش؟ کاشکو همین اینو باید معلوم کنی حالا جمع کن برو خیلی خوب پس با عزتون آقا امری ندارید؟ نه امری نیست بود دیگه نمیاری اینا آن سوردم با باید از سر این توتیه برداشت گفتم با تو جیم بزنم بیرون در این سلام سلام ببخشید زهرا جون هستن بله بله هستن تشریف بیارین تو خواهش میکنم بریم ها ببین مصطفی جون برو خدا پشت بنات سفر خوب بزن بوش کنم خیلی خوب بزن در ببند دستت درد نکن بفرمایید چه عجب خانم از این طرف ها یاده از ما کردی؟ یه فکر کردم عالی که همین امروز میتونیم جفت خانواده ها رو با هم آشتی بدیم تو هم دلت خوش ها همین امروز؟ امروز تولد مامان بزرگمه داشتم فکر میکردم که اگه بتونیم تولد تو حیات خونه شما بگیریم هم دلبازتره هم بزرگتره هم مجبور میشن تو روی هم قرار بگیرن بعد اصلا مجبور میشن با هم دیگه آشتی کنم آفرین چه فکر خوبی کردی عالیه فقط میمونه دوتا چیز یکی این مهمونه که تو خونتونه یکی هم آقا سیف الله یه وقت نیاد همه چی رو به هم بریزه نه بابا خیالت راحت باشه این آقایی که تو حیات دیدی مهمونه باباست آدم خوبیه آقا جونم هم که رفته اوشون فشم تا شب بر نمیگرده بعد تو دیگه مطمئنی دیگه میتونی بابات اینا رو راضی کنی آقا جون من محال رو حرف من حرف بزنه امکان نداره ببین منو اولنش امکان نداره دوم تو هم بار آخرت باشه این حرفا میزنی ها خب آقا جون مگه چیه خیلی هم چیه من نمیفهمم اصلا برای چی
ای بابا یه جوری حرف میزنی انگار نه انگار جزء این خانواده ای. یه چیزی بوده گذشته و رفته. آدم اینقدر کینه ای نمیشه مرد. بابا بحث کینه نی که شما مثل یادتون رفته آقام با چشمای گرون از خونشون اومد بیرون. یادتون رفت؟ بیچاره بدبخت یه هفته شامونه ها نخورد. ولی من میگم این اکرم خانم خیلی از آقا جون سر داره. دارم دهن تو چه معنی داره دختر بچه جلوی چهار تا بزرگتر حرف بزنه؟ ما داریم مار تو آستین پرورش میدیم حواسمون نیست. یه حرفای راجع مار چندم چیزی شده؟ بله ولی اون ماری که تو میگی نه، مار خونگی معمولی فهمیدی؟ اما خیلی رو میخواد که اینا دوباره پاشونو بذارن تو این خونه ها. زنگ بزنید بگید نه، خلاص کنید خودتونو، بهشون بگید دیدید کو به کو نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه همینجاست. بابا این اختلافا رو بذارین کنار تا چه آخه هم دیگه رو ببوسید. ببین آخفری شما در جریان نیستی لطفا چیزی نگو. چه میدونم اختلافی نداشت باشین بهتره، خودتون بهتر میدونی. خدا خیرتون بده آقا فری. منم میگم آدم ها یه وقتایی از هم دلگیر میشن ولی نباید دیگه خیلی این قضیه رو کش بدن، بالاخره بعد یکی کوتا بیاد. حالا چه روزی بهتر از روز تولد؟ راست میگه آقا عبدالله، شما که الان این حرفا نبودی به خاطر من حالا کوتا بیاد خوبه؟ آخه شما که آخه نداره رو آقا اسماعیله که نمیتونی زمین بندازی. بحث این حرفا نیست زن داداش که. عمه جون باشه باشه یکیش به نفع اونا بگید باشه، ولی اینو برم بگم من تو مراسم شرکت نمیکنم و میرم گوشه اتاق مراسم تموم شد میام بیرون. مار پونه بعدش میاد جارو هم بهش میبندن، من نیستم اینا. ای بابا دوباره اسم این مار اومد. مارم یه فصلای پوست میندازه، این حرفا رو بذارین کنار آخه. راست میگه، حالا همه اون دست قشنگره بزنید. چیزی هم بریم بده من بزنیم که خالیه قشنگ شد. روز تولد روز خوبیه اگه یه زندگی درست سمره تکرار اون باشه. حیات داشت آماده جشن میشد، بغض و کینه جاشو به دوستی و مهربونی داده بود. من و لیلا هم خوشحال از آشتی دوتا خانواده مأمور آوردن اکرم خانم به خونه شده.
با هیچ کی مشکلی ندارم. اصلا دنیا ارزش این حرفا رو نداره. خدا از بزرگی کمتون نکنه اکرم خانم. اصلا ما نمیخواستیم اینجوری بشه. اتفاقا مامان میخواست بیاد برای دستبوسی پیشتون. ولی روش نشد. این حرفو نزن دخترم. مشکل من آقا سیف الله. نمیدونم چرا به دلم نمیشینه. میگن مریم زن خدا بیامرزش از دستش دق کرد. حرفا چیه اکرم خانم؟ اینا همش یک کلاغ چهل کلاغه. آقا جون من همیشه یه مریم خانم میگفت صد تا دهنش در میومد. والا من نمیدونم، مردم میگن. ای بابا حرف زیاده. همین مردمی که شما میگین میگن شما سرخورین، سر دوتا شوهر رو خوردین. زوره؟ ببخشید منظوری نداشتم. ای بیانده منو رو فوت کن. آقا سهراب دستت در نکنه، افتادی تو زحمت ها. اختیار دارین تا باشه از همین زحمت ها. ممنون. آخه چه خبر راستی؟ این قضیه خدمتت چی شد؟ دفترچه گرفتی؟ آقا یه خبر خوبی راستی بهتون بدم. خب من دارم یه بارکیش میکنم، اصلا خدمت نرم، معاف شم. ای بابا معاف برای چی؟ تو اگه میدونستی خدمت چقدر تو زندگی تاثیر داره هیچ وقت همچین حرفی نمیزدی. چیش خوبه؟ ببین خدمت آدمو مرد میکنه، اجتماعی میکنه، باشعور میکنه. باشعور هستم من. اون که هیچ، ولی منظورم اینه که من خودم شرایط معاف شدن داشتم، اما با این حال بازم رفتم خدمت برخلاف میل خانواده. شرایط معاف شدن داشتی بعد بلند شدی رفتی خدمت؟ آره، یک صفایی داره، رفیقای جدید، فضای جدید، خیلی باحاله. خسته نباشید. سلامت باشی. بهتر نبود از این شم عددی ها میگرفتیم به جای اینکه همه اینا رو بچینیم این تو؟ نداشت دیگه، قربونت برم. یه 20 تا دیگه بزنیم تمومه. بابا جا نداره دیگه. این بغل مقلاش هر جو دستت میرسه بزن. آب میشه تمام اینم پر میکنه، بعد کیفه دیگه خوردن نداره. فقط موندم چجوری میخوایم اینو روشن کنیم. آره. ولی ان شاء الله تو باشه همیشه جشن و تولد و سلامت باشی. عروسی و اینجور چیزا باشه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. آقا انگوش تو نمول بده تو پایین. یه آقا کارمون همین. عزیز من این دو تا بیا بگم چی هست؟ اصلا به رستم که نمیخوای بدی دو سیخ بهش بدی. تو برو مصر منقل تازه فام. حرفای درگوشی نداریم ما. خوب کردی اومدی عبدالله. میگم برای اکرم خانم چی کادو بگیری؟ دارید فکر میکنید؟ خب معلومه چی باید بگیریم. چی بگم؟ خواب عکس آقا جون کادو کنید بدید بره دیگه. برو داشتم میگم میری جون یه پارچه سبز دارم که از کربلا آوردم، گلای سفید توشه. نمیدونم یادت نیست؟ یه پیرهن سرمه‌ای هم هست، یادت نیست؟ حالا میبینیم هر کدومو پسندیدی براش میذارم. من چیکار کنم؟ والا آدمای خوبی به نظر میرسن. یادته چه حرفای پشت سرشون بود؟ من میگم هنوز اکرم خانمو فکر کنم میشه راضی به ازدواج کرد. راستی آقا جونشون کجاست؟ میگن رفته اوشون فشن. اگه بود که اکرم خانم نمیومد. وسایل منقل تازه کنی نامازره. آمادهش. بهش من ردیف کن و درست کن. دیدی دست بشه. میگم که آقا دل آقا. میگم که یه دونه از اینا رو بدیم بهش بدیم چطوره؟ چی کارو؟ مارا رو میگم دیگه. بهتری این کار داری. قضیه مارا چیه؟ چیزی نی باشه. چی باید نبا هم شوخی دارن؟ مار واقعی؟ مار چی کار؟ اینو بگم ساده. مار. از خوام هم میتونی بخوری. اینه ببینی خوبه؟ بد نیست، ولی فکر نمی‌کنی اکرم خانم یه ذره پیر نشونش بده؟ وا انگار اکرم خانم دختر 14 ساله است. شوخی کردم، دست درد نکنه، خیلی هم خوبه. تو چی مری؟ خب منم اینا رو آوردم دیگه. چی هست؟ این یه سجاده است با تصویر. یادم از این عطرهای شاپلازیمی داشتم براش گذاشتم. مثلا بعدش نمیاد. اینو میاد رو سریه. خوب نی؟ چرا؟ یاد مادر خدا بیا مرزتون دادم. یه روز با پدر و مادرم رفته بودیم شاه‌عبدالعظیم زیارت، بعدم رفتیم تو بازار نشستیم کباب و ریحون خوردیم، اونجا مادرتو دیدم. خدا رحمتش کنه. خب سر نهار از من خوشش اومد و منو برای آقا عبدالله خواستگاری کرد. پس بگو هر وقت سالگرد ازدواجتون میشه سر از شابدال از این و کبابی اونجا در بیاریم. موسیقی
سلام علیکم. سلامتم خوب. خوش اومدی. چطوری آقا جان؟ قربان. خاک فاطمه بفرمایید. سلام علیکم. شما باید فشن باشید الان اینجا چه کار میکنید؟ بله قرار بود فشن باشن، ماشین تو راه خراب شد. باور کن 10 مرتبه به این کبیلی گفتم بابا این ماشین رو بده یه خروج قندی بگی، گوش نمیده به حرف آدم که. ای من اتفاقا دیشب خوابتون رو دیدم. خیر انشالله. خب چی دیدی حالا؟ ببین چجوری تعویض شده. خواب دیدم با ماشینتون همگیتون افتادین تای در. ای بابا من اون بالا بودم شما اون پایین. ای بابا خب چی کار کردی؟ زنگ زدم به آتش نشانی، ماشین آتش نشانی اومد اما منبعش خالی بود. یعنی تو هیچ کاری برای سلامتی ما نکردی؟ چرا یه بیل اونجا بود، با اون بیله تو رو خاموش کردم اما نمیدونم چیجون که تو مرده بودی. بیمزه، یه کمی خیاشون بخود با نمکی. اون چی که به عقل ناقصم رسید عمل کردم. حقته که زنزلیل تو خونه بمونی و از این خوابا ببینی. عجب. بله خدافر. خدافر. بله. یه اتفاق بدی افتاده. چی شده؟ میدونی امروز چه روزیه؟ یکی از روزای خداست دیگه. نه یعنی نیست؟ معلومه که هست اما تولد پدرت هم هست. ای وای راست میگی. میگم خوب آقا جون خونه نی، بله هم گفت تاریخ تولد منو یادتون رفته واسه اکرم خانم جشن تولد گرفتی. خوب شد گفتی، بذار زنگ بهش بزن. آره آره گندی بالا آوردیم که نکن. چی شده؟ تو نمیدونستی تولد آقا جون امروز؟ وای مگه این اسماعیل واسه آدم حواس میذاره؟ خب بعد حواست میشد دیگه. حالا میخوام زنگ بزنیم بهش تبریک بگیم. باشه دست درد نکنه. بله. سلام آقا جون. سلام پسرم. خیلی شاکیدم آقا جون. رسیدی؟ نه. یکم راهش دوره، فقط آقا جون مخواستم تولدتو به تو تبریک بگم. چه عجب یادتون بوده. چه حرفی، معلومه یادمون بوده، هم من هم مهدی. اگه اینجا بودی آقا جون یه جشنی برات میگرفتیم،
اون سرش نابیدا. بله دیدم سالهای قبل چجوری برام جشن میگرفتی. بله یادمه. امسال فرق داره آقا جون. فرقش چیه؟ فرقش اینه اینه که این چیزه امسال اصلا دوست داشتنی تر شد. نمیدونم چرا. حالا در رو واکن ببینم چی کار میکنی. در چی رو واکنی؟ بابا در حیاتو. شوخی میکنی؟ شوخین چیه؟ تو که اصلا نمیذاری آدم حرف بزنه. بابا جون ماشین تو راه خراب شد مجبور شدیم برگردیم. نه نه چی؟ من پشت درم میخوای زنگ بزنم؟ نه نزنم؟ نه 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 بابا بالاخره بزنم یا نزنم؟ بدبخت شدیم رفت. چی شده خدا مرگم بده؟ آقا جون پشت دره. وای آقا جون پشت دره. چی؟ آقا جون برگشت اومده پشت دره. خدا مرگم بده آقا جون. حالا چه شهری به پا میشه؟ نه مادر یکی به دو میکنی وقت شهر به پا میشه. مگه شما نگفتین رفته فشن؟ بابا رفته بود به خدا. راست میگن داداش چطور شده برگشته؟ ماشینشون خراب شده برگشته میگه. میخوای من درو باز کنم؟ بریم چی بگیم؟ بابا مگه یادتون رفته سر قضیه همین اکرم خانم چه اوضاع احوالی داشتیم؟ حالا بدبختی میدونیم چیه؟ چیه؟ بابا اینی که امروز روز تولد آقا جونم هست ما یادمون رفته بود بهش بگیم. حالا اگه بیاد این اوضاع احوالو ببینه قشقری به پا میکنه که نگه. خب حالا باید یه فکری بکنیم، باید یه کاری بکنیم. چه کنیم؟ ببین ساکت باشین، ساکت باشین. ببین فقط یه لحظه به من وقت بده. ساکت باشین یه دقیقه. زود داشتی که پشت در معطله. عزیز من اگر به من اطمینان دارید یه چیزی میگم نه نگی. همه تون برین تو این زیر زمین قایم شید. آقا یه دقیقه ساکت باشید ببینید چی میگه. همه تون برین تو زیر زمین. من آقا میارم تو اینجا میشونم. سعی میکنم راضیش کنم. شما بیاین بیرون. اگه راضی نشد میبرمش تو اتاق. سرشو گرم میکنم. شما یک یکی در میدین. اینو هستم. آقا عبدالله هر چی میگه گوش کنید. بریم بچه‌ها. آقا اینطوری نمیشه که. بچه‌های من برید. بریم. یه بار شما حرف منو گوش کنه نگه نشد اشکال نشد. بابا زشت مهمونا برای شما ندید. شما برید. جان نمیشه. نه ترسید از این زمین خودمون دیگه میترسم میترسم. تو هم برو دیگه. من برای چی بیارم؟ برو اینا رو بردار به بابا. تو برو مواظب به این بچه ها پسرهاش باش. یه موقع جوگیر میشم میام بدون برو. آره اینا که خیلی جوگیرم ولی بذار من خودم برم با آقا جون صحبت کنم. اینا رو بردار برو تو که کنه میخواد بردار حرف بزنم گوش کن. اینا رو شما ببرین من تو تیمو بیارم. برو اینجا برو. اسماعیل جون جون بابا ای بابا تو نه آفرین تو پس من چی؟ ببین بند و آب ندی آفرین جون. نه با تو فقط منو نگاه کن. بیا در رو ببند. اون در رو ببند. بیا بیا سلام آقا جون. سلام. چاکریم آقا مخلص. منتظرتون بودیم آقا. آقا ببینم. سلام آقا زبان بابا. چرا در رو وا نمی‌کنین؟ مردی؟ نه مردن که آقا جون فرمایش می‌کنی. ولی یه خودم که گوشامو سنگین شده. یعنی همه آدمایی که تو این خونه ان نمی‌شنون دیگه. ها؟ خونه حالا میای کسی نیستش. من آقفری هستیم. پس آقا جون آقفری خدمت که بودیم سرگربارمون بود. میگم پیش کی دوره دیدی که اینقدر کار اومدی؟ نگو فرماندت آقا فری بوده ها؟ نه فرمایید این حرفا رو. اینجوری نگاهش نکن یه تیکه جیگره. ولی کلا میبینیم حالا. حالا میری کنار ما بیاییم تو. بابا یادم نبود بفرمایید. خواهش من بفرمایید. آفری بفرمایید. وقتی پشت تلفن بهم گفتی
اگه اینجا بودی واسه جشن تولد میگرفتم باورم نشد. یعنی اصلا اینقدر من مهم هستم که تاریخ تولدم یادشون باشه؟ آقا جون ما مخلص شماییم، نگو این حرفا رو، شما سرور مایی. مگه میشه آدم تاریخ تولد بزرگترش رو یادش بره، فراموش کنه؟ شماها دیگه کی هست؟ یعنی همه این خراب شدن ماشین و برگشتن ما کار شما بود؟ یه جورایی. خیلی مخلصم، خیلی آقایی کرد. برومت برام. احساساتیه. آره چقدر آدم خوبی به نظر میرسه. کاش که تمام این کار رو زابا جو بکرد. آره واقعا. بچه رفتیم بالا یه جوری وانمود کنی که این کار رو برای آسیف والا کردیم. خیلی خوب بود. اینا هستم. دستتون درد نکنه اکرم خانم. میدونم هر کدوم از بچه ها یه گوشه قائم شدن که یهو بیریزن بیرون. خب بگو بیا. فقط بچه ها نیستن آقا جون، مهمونم داریم. منظورت آقا فریه؟ آقا فری هم هست ولی یه دیگه هم هستن. خب کیا؟ شما آقا جون چیزه اینی باید قول بدین که حرف بزن دیگه بگو. باید قول بدین کودرت ها رو بذارین کنار. خب کیه؟ من با کسی قهر نیستم. آخر فس فس نداره. اکرم خانم هم اینجاست. چی گفتی؟ اکرم خانم؟ اکرم خانم بهت. خب کجا؟ تو زیر زمینم. واسه تولد من اومدن؟ نه به خاطر به خاطر شما اومدن. بله به خاطر شما اومدن. من که باورم نمیشه. یعنی کارشون نداری این آقا جون؟ نه مهمون حبیب خداست، بعدشم به خاطر من اومده اینجا. من باید خیلی نفهم باشم که حرفی بزنم. آقا جون دور از جون نفرمایین. خب بگو بیام بیرون، خوبیت نداره تو زیر زمین باشم. واقعا؟ چشم آقا جون. بفرمایین بالا وضعیت سفیده. به جون خودم یه چیزی گفت، به جون خودم حرف زد. چی راست میگه؟ راست میگه. آره گوش کن، داره میگه ما گوش کن، نگار گاوه بگه ماما. ببین یه بار دیگه بگو ما. یه چیزی میگه. آره نگاه کن، داره میگه ما، داره میگه ما. من فهمیدم. نترسی دارن مارایی توی این ساکر میگه. آره خالیه در چی شده؟ چی شده پایی؟ نکنه اکرم خانم طوری شده. چی گفتی؟ اکرم خانم طوری نشد. فقط اکرم خانم بقیه آدم نیستن؟ بله فقط اکرم خانم. بیر بگیر اکرم خانم. اکرم خانم نکنه تورید دیگه. کپ داره
اینم جزء برنامه‌تونه که تولد اینجوری برگزار کنی؟ برنامه کدومه؟ زیر زمین پرم مالای سمی آقا جون. ما؟ جوک میگی؟ جوک کدومه این داره؟ این آفری آورده. آفری؟ آفری؟ آقا فری؟ فری؟ آقا فری کجا رفتی؟ آفرین پایینی؟ آقا فری بیا بیرون ببینم. مرد مثالی الان موقع این کار هست خجالت پیش ببرانه گرفتار شده به ببین چی کار باید کنی؟ ببین چه گندی زدی ها، برو همه شونو جمع کن، برو ببینم. من نمیرم. ببینی الان کشته میشن. آقا من میدرزم. آفرین، من نمیفهم چی داری مگه مالا مالا تو نیستن؟ نه مالا یه گره بقامه میگرش میدم علیسی تو. یعنی تو نمیتونی مار بگیری؟ نه. با اون روز تو سربازی مارا رو گرفت انداخت تو گونه، اومد چی بود پس؟ بابا میخواستم خودی نشون بدم، اون مارم آبی بود، گرفت بهش انداخت اون گوشه، از اون گوشه برداشتمش. ای بابا، وا آقا عبدالله، تو رو خدا به فری بگوید مارا هم دست این چک جونه برای نجات بره، ما هم همون دارم هم بین میریم، کمک. اینقدر فری نکنی، قند خدا رو شرمنده نکنی، نمیتونه. چی؟ نمیتونه؟ ما چرا داد میزنی؟ چرا جیغ میزنی؟ زنگیه یه خود خطرناکه، ولی کاری هم نداره، خیالت راحت. آقا جون راستی تو تیم صحبت کرده؟ قدم کرد میخوام صد سال سیاست صحبت نکنه، خجالت بگش. مگه چیه؟ هیچی کلاغ بدن از اون جغد شون بودیم توتی. اگه این خبر رو نمیداد که تا الان مرده بودیم. الان از مرده کمتر این میگه. آقا سیفالا، آقا سیفالا تو رو خدا یه کاری بکن، من اکرمم. من اکرم سیفالا و قربونه داره، الان خودم مخلصتم، الان میام نجاتت میدم، نه ترس، اومدم الان نجاتت میدم. آقا بیا بلا بابا، ما هم بودو سر کچیک نه سرشم شد، بیا بلا بودو شکل. آقا جون زنگ بزنید آتش نشانی. شما رو شنده 110 رو بگی. آقا اسماعیل غلط میگی دیگه، 137 رو بگیرید. بابا اون مال شهرداریه، باید 115 رو بگیرین. بابا اون که برای اورژانس 119 رو باید بگیرین. ای بابا زن داری 119 شه، اون مال ساعت گویاست، یه چی دیگه بود. یادم اومد بزه این بگیر. آتش نشانی ملودی داره که الان با اون یادم میاد، میگه لای لا لا لای لا لا لای 12 صرف تو اینه. بابا 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 خیلی خوب. باید من زنگ میزنم. آقا شلوغش نکنین دیگه، عبدالله رفت کمک بیاره. ولی هیچی نترسه، خیالتون راحت بشه. بهش کار نداشتیم، اون کار نداره. اونام کاری ندارم با شما. ای جیب میزنیم. اونا بگم بابا الان در اتفاقی میگنه دیگه. بابا ما رو اگه کاری نداشته باشیم به شما کاری نداره. اینقدر شلوغش نکنیم. آقا اومدین بفرمه. آقا جایی بلو مغوری نواده. 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 موازه باشین آقا. خیالتون راحت باشه، خیالتون راحت باشه، همشه بزن دست درده بزن.
زیبش بسته است همه بمینین آقا سر دا مرتبه شد که همه تون ساده بودن بودن سلامت باشین خواهش میکنم شما هم سعی کن همیشه به ساکت یه قفل بزنی خدا خیلی بهتون رحم کرده 24 تا ماری که گرفتیم جز سمیترین مارهای ایرانیه جدی میفرمایین؟ 24 تا؟ به بیشترم بوده؟ در صورت زحمت کشیدیم خیلی متشکر خیلی کاش میمونین کیک رو میخوردین ها قربون شما قربون شما سلامت کن خیلی زحمت کشیدیم خدا حافظ شما ببین من آفری دست گل به آب دادی ها ولی به خیر گذاشت بیا بریم بفرم آقا سلامتی به خیر گذاشت رفتن اینا خدا رو شد تو یعنی مارگیری ها؟ تو بچه قورباغه هم بگیری سکته ناقص میکنی نزدیک بود همه رو به کشتن بدی مارگیره معذرت میخوام اشتباه کردم اگه این اکرم خانم صدمه میدید من میدونستم با تو چیکار کنم بقیه هم کیش میشن بابا چیکارش داری؟ حالا این بنده خدا یه کاری کرده تموم شده رفته خودش هم پی به اشتباهش برده مگه نه؟ نه یعنی آره حالا جشن تولد چی میشه؟ عجب جشنی هم شد واقعا به یاد موندنی اینجوری نی هر کاری حکمتی داره من فکر میکنم باید همیشه رو به فال نیک بگیریم امروز هم تولد آقا جونه هم تولد اکرم خانم میگم آقا شما روشن کنیم همه چی از اول شروع بشه از اول شروع کنیم مگه این به خاطر من نبود بود؟ آقا جون منظور عبدالله اینه که یه باری که دو منظورش کنی صبر کن ببینم این عبدالله منظورش چیز دیگه ایه بگو ببینم حقیقت چیه ای بابا چرا دنبال حرف میگردی آره آقا جون عبدالله یه چیزی گفته جدیش نگیری مگه نه آره آقا جون نیستی در درم پده چرا گیر دادی من منظوری ندارم که ای بابا حالا توجه کنید سلامتی اون کسایی که امروز روز تولدشونه سلامتی اون کسایی که امروز اولین روز بازنشستگی شونه سلامتی توتیایی که امروز اولین روز حرف زدنشونه سلامتی اون کسایی که امروز روز نهار خوردنشونه سلامتی اون کسایی که امروز روز شام فوت کردنشونه نسوزون نیشالا پماد زیاد داریم بسوزه میزنی خوب میشه پس سابقه داری بله بابا بس نکنیم زغال نداره پسر زغال بیارد زیر زمین آزو میارم ولی نگاه کردین دیدین تو چیه چجوری حرف زده میگفتین حرف نمیزن حرف نمیزن والا ما چه میدونیم هر موجود لال دیگه با این همه مار سر کله میزد الان زبون باز کرده ما تو هر چی شنفتیم تا حالا این بوده که کسی مار ببینه زبونش بم میاد حالا یکی میادش تو این زیر زمین مار میبینه زبونش بم میشه دمت گرم اینو هستم خوب اومد بعد من باید جواب بدی پا چی لالم هیچی نگم به تو لایه نکن دیگه جوجه ولی همه اینا رو مدیون آفری هستیم اگه مار نمی آورد این اتفاق نمی افتاد حالا فکر کن اجدها می آورد چی میشه چرا قمبرک زدی آفری بزن قمبرک چرا تو قمبرک زدی اینجا نشستی؟ هیچی دیگه بنا شد به هیچی فکر نکنی یا تموم شد جناب عبدالله جون هرچی فکر میکنم یکی کمه همین جوری از قدیم گفتن یکی کمه دوتا غمه سه تا که شد خاطر زمه داری بچه و خانواده و اینا رو میگی یا؟ نه بابا ماره رو میگم بازم مار؟ آره چند تا بودن اینا؟ 25 تا بوده شده این آتیش چنگو می 4 تا یا خدا واقعا؟ آره کجا رو بگردی پاشه یک کارش کن پایین چیزی نهیدی؟ پایین؟ چرا؟ یه مار دیدم خب کجا بود؟ هیچی اون گوشه نشسته بود بگه سم کتم حالا شما چطوری گفت پسر تو سربازی نری یه موقع مار پسر که نفهم مارم شوخی میکنم باش حقیقه تبه بگم این آقالو
همگی ساکت باشی. آقای اسماعیل میخواد با اون صدای قشنگش یه دهن ما رو مهمون کنه. جونم هم به تو یه تالا پیش از این همیشه گر با دیگران به از منی وای به من امروز فردای دیروزه، ولی فرقش اینه که دیگه مثل روزای قبل نیست. آقا جون میدونست که دیگه بازنشسته شده و باید شرایط جدیدی رو تجربه کنه. سهرابم قانع شد که بره دنبال کارهای سربازیش. امشبم قرار شده که همگی بریم خونه اکرم خانم اینا تا برای بابا بزرگ دستی بالا بزنیم. امید و نشاط تو خونه ما موج میزد. خواسته یا ناخواسته یه نفر باعث همه این اتفاقات خوب تو خونه ما شده بود. اونم کسی نبود جز مهمون بابا. به سلامت آقا فری. خدا نمیخوشم شدیم آقا فری. آقا فری من باید ماشه تنم از این نباب بزن بیا یا خدا آفر خدا خوش بنام زودترین ببر ببر بازه با جیرا راحت هم گرفته بازون اخه برنده جات میگه بپر بپر خب بریم تو بچه بازی کامپیوتر رو اشکش کنم. برو تو. 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 برو تو